اگه جزء اونایی هستید که دوست دارید در تغذیه‌تون بازنگری کنید و زندگی سالم‌تری داشته باشید، این گزارش رو ببینید. انار سبز یک برنامه آشپزی اینترنتیه که هدفش معرفی تغذیه سالم و گیاهخواری به کاربران ایرانیه. بهنود گفتگوی داشته با گلاره قیدرزاده، مجری و تهیه کننده این برنامه که بخش کوتاهی از اون رو با هم می‌بینیم. درباره ویژگی‌های این برنامه توضیح بده. چه سلیقه‌ای در انتخاب غذاها داری؟ به چه نکاتی توجه می‌کنی؟ خب به طب خوراکی و در درجه اول هیچ جور محصول حیوانی توشون نباشه، چه گوشت، چه لبنیات، چه تخم مرغ. در درجه دوم به سالم بودنش من توجه می‌کنم، اینی که چربی‌های اشباع شده، شکر سفید و بقیه مواد مضر توش به کار نرفته باشه. همینطور موادی که گیاهی هستن ولی کاشتشون برای محیط زیست مضره. مثلا وقتی برای مراحل تولید روغن پالم هکتارها جنگل و حیواناتشون از بین میره، خیلی فرقی با گوشت برای من نداره. و بعد اینکه سعی کردم اول مواد پایه‌ای مثل شیر، کره، پنیر یا مواد آسان‌تر مثل مایونز و پودینگ وگان رو نشون بدم که بعد با ترکیب اینا با مواد دیگه دوستان بتونن غذای متنوع‌تری رو درست بکنن. و توی هر برنامه هدفم این بود که اگر برای کسی مهم نیستش که گاوها چه صدماتی بهشون وارد میشه، چقدر گوساله کشته میشه، چقدر جوجه نر بی‌رحمانه به قتل میرسه تا ما بتونیم شیر و پنیر و تخم مرغ مصرف کنیم، حداقل به خاطر کم کالری تر و سالم تر بودن نوع وگانش ترغیب بشه که درست بکنه. و وقتی که خب بخوره ببینه که چقدر خوشمزه است، مسلما تو برنامه غذاییش میذارش. و این برای من یه برده، به خاطر که من فکر میکنم که خیلی وقتا تغییر میتونه تدریجی انجام بشه و همیشه نباید از صفر به صد باشه. نکته دیگه ای که برام مهمه اینه که یه مواد غذایی نشون بدم که خب مردم به نوع حیوانش عادت کردن. مزه، بافت، رنگ و برفرض اگه یه چیزی یاد میدم که به جای ماهی شب عید دوستان استفاده کنن، هم ظاهر شبیه به چیزی که عادت کردن باشه و هم از لحاظ پروتئین و اومگا 3 نه تنها چیزی از ماهی کمتر نداشته باشه که بیشتر هم داشته باشه. برای اینکه درست کردن خونگی چیزی رو نشون بدم که خودش گیاهیه در حالت عادی ولی نمونه های آمادش که تو بازار وجود داره خیلی کیفیت خوبی دیگه نداره و کلی بهش مواد نگهدارنده میزنن، مثل برنامه خیارشور یه روزه که خیلی خیلی هم ازش استقبال شد. و خب در کل برام مهمه که علاوه بر سالم و پاک و خوشمزه بودن، ظاهر قشنگ هم داشته باشه. چیزی که یاد میدم این که از لحاظ بصری هم چشم نواز و زیبا و سرشار از رنگ و شادی باشه و هر کسی که اونو میبینه دوست داشته باشه که امتحانش بکنه. چرا اسم برنامه انار سبزه؟ این اسم چه معنا و مفهومی داره؟ چرا انار سبز؟ خب کیه که انار دوست نداشته باشه؟ ولی از شوخی که گذشته، انار سمبل شادی و زایش هستش و سبز هم که رنگ طبیعت و محیط زیسته. ما توی انار سبز شادی و زایش رو نه فقط برای انسان بلکه برای همه جان دارا میخوایم و به حیوانا هم دقیقا اندازه انسان حق زنده بودن، نفس کشیدن، شادی کردن و لذت بردن میدیم. و حیوانات به نظر من توی این کره خاکی برای این هستن که کنار ما باشن، نه برای استفاده ما. و از طرف دیگه هم خب اسمی بودش که خیلی تصویریه و هر کسی که یک بار میشنوه اغلب توی ذهنش میمونه. گلاره به بیننده های شباهنگ یک هدیه هم داده و طرز درست کردن نوتلای گیاهی رو که خیلی سالم و کم کالری هم هست توضیح میده. این ویدیو رو در فیسبوک شباهنگ پست کردیم و میتونید با مراجعه به صفحه ما اونو تماشا کنید.